سراغ درسمون. فرض کنیم من اینجا میخوام یه وبسایت درست بکنیم، مثلا یه کامنت بذاریم اول، مثلا بنویسیم make وبسایت، اینم end make وبسایت، و بیایم اینجا و سکشن کلاس مثلا رپر و بریم همینجوری یه سری چیز بسازیم. حالا کار ندارم، از من میگردم میگم سکشن کلاس هدر و یه h1 هم مثلا توش میذارم، مینویسم Welcome to my website و اینجا مثلا یه سکشن میسازم، مثلا کلاس content، یه پیر، یه لورم. اینا که چیز سختی نیست، فقط داریم یه دیتای رو میسازیم. و اینجا هم یه سکشن کلاس در واقع سایت، آره سایت باشه، و این هم همینطور مثلا بنویسیم دیس سایت. و خب بذار من اینا رو جمعشون بکنم و قاطیشون نکنم. دارم مثل سکشن میذارم، یعنی هیچ کار خاصی هم نکرد. اگه دقتم بکنید اصلا فقط اومدم یه سکشن گذاشتم و اینا رو میخوام الان یه دونه تمپلیت اینجا براتون میکشم، میخوام اینو درست بکنم. چرا میخوام از اریا استفاده بکنیم، بهتون میگم که کل هم سایت رو شما بخواید بسازید با در واقع گرید بخواید پیاده بکنی، کالم نش در واقع میتونه برامون مهم باشه و گپش و اریاش، وگرنه اون چیزایی که من گفتم فقط حالت آموزشی داشت. یه سکشن هم اینجا ما بذاریم در واقع بیاد کانتنت رو، هدر و کانتنت و ساید و کانتکت رو مثلا اینجا مثلا می‌سیم h1 this part is a contact و یه دونم footer p مثلا design website یه کپی دیگه امپرساین کپی رو بنویس، همین کپی مثلا 20-21 یه همچین چیزی، یا یه alt f2 رو بزنی یه همچین چیز خیلی شکلی اینجا دارید. ولی من میخوام چیکار کنم؟ میخوام همچین گریدی رو پیاده کنم، ببینیم چجوری میشه گریدش، همچین چیزی رو پیادهش کنم. میخوام یه هدر داشته باشم اینجوری، یه کانتنت داشته باشم دو برابره در واقع سایدش باشه. ببین همه چیزی رو میخوام درست کنم با گرید. و این مقدار چی بود بعدی؟ کانتکت بود و این هم باشه چی؟ مثلا فوته. بذار زیر کانتکت، حالا بالای کانتکت یه بلاگ هم بذاریم دیگه، نه؟ یه سکشن بذاریم مثلا کلاس بلاگ دشوان که یه پی توش باشه، یه لورم مثلا، یه لورم و اینم به همیشه یه کپی بذاریم، اینم بشه تو و بشه تری. خب یه همچین چیزی رو من ساختم و همچین چیزی هم دارید میبینید. میخوام چیکار کنم اینجا رو هم مثلا یه جا نشد، بذار اینو میکنیم سه تا قسمت، منظور که سه تا قسمتیه، اینم کانتکتم و اینم فوترم. خب همچی گرید رو من میخوام بسازم. خب شما اگه میخوایم چیزی رو بسازید بعد شروع کنید چیکار کنید، CSS بدید، HTML بدید، مقادیر، میخوام با گرید شروع کنم با ساختن، بیام چیکار کنم؟ ببین دقیقاً یه گزینه دارم، میرم هدر، کانتکت، کانتنت، سایت، بلاگ، 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 کانتکت و فوتر. این نکته رو فقط حواستون باشه، اینجا نگاه میکنید به بیشترین گریدتون. بیشترین گریدتون کدوم قسمته؟ اینجاست، تو بلاگ سه تا. پس حواستون باشه چیکار میکنید، این گریدی که تو ذهنتون هستش سه تایی هستش. میخوام این اولیه رو بهش بدم چی؟ اول گریدش رو مشخص کنم بشه سه. میام اینجا اولین کاری که میکنم برمیگردم میگم که سیکشن کلاس رپر شما ویدست 100% یه پدینگه، مثلا
20 پیکسل و یه باکس سایزینگ border box و یه background color همچین چیزی رو هم میدیم. خب گرفتمش، اوکی، مشکل نداره. بریم دیسپلیشون رو اولینش کار کنیم، گریدش رو کنیم طبق این فرمولی که اینجا داریم. اولین کاری که من میخوام بکنم چیکار کردم؟ در واقع من دیسپلیش رو گرید کردم، گپش باشه. بعدا میخوایم از گرید تمپلیت اریاز استفاده کنم. تا الان تمپلیت کالمز و تمپلیت روز استفاده کنم، فراموشش کنم. میخوام چیکار کنم؟ از چی؟ گرید تمپلیت اریاز. خب چرا من نیومدم از رو و کالم استفاده کنم؟ ببین، اولا من خواستم تمپلیت گرید رو یادت بدم، دوم که اصلا این استفاده نمیشه. چیا استفاده میشه تو پروژه؟ شما از گرید در واقع بتونید، از تمپلیت اریازش بتونید استفاده کنید. خب من میام اینجا برمیگردم میگم که من میدونم بیشترین گریدم چنده؟ 3. خب ممکنه 10 باشه، اون دیگه شما تعیین میکنید. میام میگم هدر هدر هدر. خب اینجا مگه هدر نداری شما؟ درسته؟ حالا من به عمد اینجا هدری که اینجا گذاشتم، کلاسی که گذاشتم اینجا، اسمش رو دقیقا توی اریا اومدم 3 بار اسمش رو تکرار کردم. به نشانه چی 3 بار؟ به نشانه بلاک که 3 تا هستش، ایشون هم 3 تا جنریت کردم. الان میدونی مفهوم این یعنی چی؟ یعنی یه دونه کالم داری، یه کالم در واقع یه سطر داری که 3 تا ستون داره. خب میای بعدی، میای اینجا، میخوام کانتنت و اسایت کنار هم دیگه قبل فرمول یاد بگیره. میام اینجا نگاه کنم، میخوام این دوتا کنار هم دیگه باشن، کانتنت و اسایت. میای چیکار میکنی؟ اینجا مینویسی، مینویسی کانتنت، کانتنت و اسایت. حتما حواست باشه کاما نداره، من کاما رو به خاطر هی جاوا اسکریپت که مینویسم عادت بکنم میذارم. کانتنت، کانتنت، اسایت. خب بعدی بلاگ 1، بلاگ 2، بلاگ 3، همین رو مینویسیم. بلاگ 1، بلاگ 2، بلاگ 3. بعدی کانتکت، همین رو مینویسی دوباره، کانتکت، کانتکت و کانتکت. بعدی چی میشه؟ فوتر، فوتر، فوتر. خب الان آیا این کار میکنه یا نه؟ میزنید و اینکه اومدن همه درب و داغون کنار هم دیگه گرفتن نشستن چجوری شد؟ من میام اینجا برمیگردم میگم سکشنه کلاس، بگید دونه دونه هدر و سکشنه کلاس، دارم گروپ مینویسم، سکشنه کلاس کانتنت، درسته؟ و سکشنه کلاس اسایت و سکشنه کلاس کانتکت و فوتر و ام دارم این رو مینویسم، میخوام یه چیز بهشون بدم، بوردر بدم. و سیکشن که یالا کلاس بلاگ 1 داری و میام اینجا 2 و 3 برمیگردم میگم بوردره شما باشه، مثلا 2 پیکسل این ست چی باشه؟ لایت گری. میام اینجا یه فنج میزنم. خب ببین چه اتفاقی افتاد. این بذاریم بچه چیز کنم، اینا رو یه ذره کانتنت رو مثلا برای چیز بذاریم، یه اچفان بذاریم، کانتنت جمعش کنیم، اسایت رو خوب، اسایت بلاک مثلا میشه اچفان بلاگ وان. خب که اینا باشن شما متوجه بشید، بلاگ 2 و بلاگ 3. خب میام اینجا کانتکتم که اوکی و فوترم که اوکی، میام اینجا الان بزنم کاملا مشخصه این چیه؟ هدره، این کانتنته، این اسایده، این بلاگ 1، بلاگ 2، بلاگ 3، کانتکت و وبسایت. چرا اجرا نشد؟ ببینید قشنگ گریدت داره درست شده، گریدت کاملا چیه؟ طبق این فرمولی که اینجا گذاشته. این دیگه میدونید جمع چیه؟ جمع کالمن روتون، اومدید اینجا قشنگ دارید بهش مقدار دهی میکنید.
ببین چی کار باید بکنید که این درست بشه. به ازای اسمایی که اینجا گذاشتید دقیقا باید بیایید از یه چیزی استفاده بکنید به نام grid area. اینجا گفتید grid template areas، grid area رو باید تو تک تک اینها بیاید استفاده کنید. چه جوری؟ میام برمیگردم میگم که سیکشن کلاس رپر، رپر یه فرزندی داره به نام سیکشن کلاس هدر، درسته؟ برمیگردم میگم چی؟ grid area اسمش چیه؟ توی یه چیز نمیذارید، دابل کوتیشن نمیذارید، میذارید هدر. بالا چی گذاشتم اسمشو؟ هدر. اینجا هم چی گذاشتم؟ هدر. میاد چه اتفاقی میفته؟ F5 رو بزنید، اومد کل مسیر رو برای خودش کرد. چرا کل مسیر رو برای خودش کرد؟ به خاطر اینکه 3 تا کالم در واقع هدر گذاشتم. آب خوردم میتونم اینجا برگردم بگم هیتت باشه 150 پیکسل، بک‌گراند کالرت بشه لایت گری و بیام یه همچین شاهکاری رو از خودم در واقع بزنم. هیچ فرقی هم نداره، بگو تکس الاینت هم بشه سنتر، لاین هیتت هم بشه چی؟ 150 پیکسل. نگرف لاین هیت رو میزنید الان میگیره و چه میدونم هاور بذار، فلان کن، بیسار کن، همه سی اس اس ها تو میتونید دیگه از این الان پیاده کنید. خب الان دارم براتون یه وبسایت میزنم ها، البته وبسایت خیلی ضعیف. میام اینجا به جای هدر چی استفاده میکنید؟ کان تنت، ایشون اسمش میذاره چی؟ کانتنت هیت 150. خب خدایی خیلی خوب میشه دیگه. نه من میگم خوب نمیشه ولی میتونید استفاده کنید. چرا خوب نمیشه؟ حالا من دلایل خاص خودم دارم. من میگم آدم از زجر بکشه و با فلکس بنویسید. خب اساید، اساید هم چی میشه؟ ایشون هم اومد اینجا قرار گرفت. خب بلاک چی؟ کنترل دی میزنیم مینویسید بلاک 1 کپی و بلاگ تو و نه دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون اسماشون رو فرق گذاشتن. بلاگ دشوان بعد میتونی رنگاش هم راحت آب خوردن چکار کنی؟ تغییر بدی. بلاگ تو این رنگاش رو عوض کنیم مثلا. چرا میشد؟ همه رو میذاشتیم بلاگ وان و به همه شون بلاگ وان میدادیم. اینا رو میذارم خودتو امتحان کنید. فهمیدید ایشون چی میگه؟ نه کلاس نه. الان میذارید هر ستاشون به این صورت و هیتاشون کمه. هیتاشون رو باید چی بذارید؟ اوتو بذارید. خب این های دیگه هم هیتشون رو اوتو بذارید، این هم هیتش رو مگه چقدر دیتا داره اینقدر هیت داره. آها لاین هیتشون رو از این شاهکارهای خلقت نکنید و کپی که میکنید حواستون به کپیاتون باشه و این اتفاق خجسته افتاد و یه پدینگ بدید بهش در حد 10 پیکسل و باکس سایزینگ بوردر باکس میزنید به همین زیبایی. تکسلانش هم من گوشتم سنتر بکنید همون جاستیفای و به همین راحتی دیگه خوشگلش کنید دیگه، اصطلاح ما میگه خوشگلش کنید و به این شکل. آیا خوبه من استفاده کنم از گرید دیگه؟ حالا گرید رو براتون توضیح دادم، الان هم وبسایت باش زدید و متوجه شدید که به چه شکل هستش. خب برم مرحله آخر چی میشه؟ کانتکت بود دیگه، درسته؟ کانتکت این هم همینطور، فقط این گرید اریا رو من بیام اینجا کپی بکنم، می نوشتم راحت‌تر بود و کانتکت و یه بک‌گراند کالر مثلا لیم بدیم مثلا این رنگی و تکس الاین مثلا سنتر و یه لاین هیت مثلا 50 پیکسل و البته 150 پیکسل بهتره و یه هیت هم بهش مقدار 150 پیکسل رو بهش بدیم. این هم کانتکتتون و در نهایت هم فوتر چی میشه؟ فوتر ایشون هم میشه اسمش فوتر و این دیگه عددش 50 باشه بهتره. رنگش رو بکنیم مثلا این رنگی رو و کالرش رو هم وایت سموک
سکشن نداره فوتر، خودش فوتر اسمش و به این شکل. خب ببینید چقدر راحت ظرف 10 دقیقه اومدیم از گری تمپلیت اریاز استفاده کردیم و همچه قضیه رو هندل کردیم. خب سخت بود کلو، من چیکار کردم؟ ببین اونایی که بهتون گفتم فراموش کنید، اون کالمز چیه، گپ چیه، یه گرید دیسپلی گرید داری، یه دونه گرید اریاز برای طراحی وبسایت به این شکل شما اجرا میکنید. ولی خب من بهتون مدل های دیگر هم گفتم، روز رو گفتم، کالمز رو گفتم، خود گرید رو گفتم، گرید گپ رو گفتم، بحث اینکه مقادیرشون کم و زیاد بشه، بحث چینج کردن در واقع اسپن و اینا رو گفتم، و در نهایت اومدم بحث گرید تمپلیت اریاز که شما میتونید در واقع از گرید اریا و گرید اریاز استفاده بکنید برای ساختن یک پروژه. نکته مهم میدونید چیه؟ اینو چجوری میشه ریسپانسیوش کرد؟ ریسپانسیو رو چجوری میشه انجام داد؟ من اگر بیام اینجا و برگردم بگم که خب کنترل ایکس، من برمیگردم میگم که مدیا بگید only screen and مثلا mean width set. چقدر یادتونه ماشاءالله. mean width set مثلا باشه چقدر؟ مثلا 990 پیکسل. خب من میخوام تو 990 پیکسل همشون این شکلی باشه. خب از شما از موس از این یه کوچولو من چیزش کنم میرزه به هم. میدونی چرا؟ که من خیلی جمع شده چیزم در واقع صفحه هم جمع شد. نها کن هر یه ذره میام پایین تر ریخ با هم دیگه. میخوام از اینجا به این ور بریم اینجا، میخوام دو تا سایز داشته باشم. حالا کی گفته حتما باید 5 تا سایز داشته باشم؟ میخوام 2 تا سایز داشته باشم. سایت هم میخوام اینجوری تعریف کنم، بگم ماکس وید. ماکس وید یعنی چی؟ هم مثبت بی نهایت تا از 0 تا 990. خب برمیگردم میگم که کلش رو کپی میکنم، میخوام مفهومش دستون بیاد و خودتون برید بشین شروع کنید باش بازی کردم، اون که سخت نیست. الان آقا این اومد اینجا اینجوری شد، درسته؟ تو این سایز هم اومد به این شکل شد. الان من بیام اینجا شروع کنم جمع کردنش هم به این شکل. خب نمیخوام این شکل باشه، میخوام تو این همشون زیر هم دیگه بیفتن. چیکار کنم؟ این 990 همشون میخوام زیر هم دیگه بیفتن. این خوب نیست به نظرتون اینجوری بنویسیم؟ هدر به نظرتون نباید اینجوری بنویسم؟ هدر یه دونه کالم داره، کانتنت یه کالم داره، اسایت یه کالم داره، دیگه همه رو میخوایم زیر هم دیگه قرار بدیم. بلاگ 3 یه کالم داره، بلاگ 2 یه کالم داره. فهمیدی دارم چیکار میکنم؟ همه رو کردم یه کالم نی. چرا یه کالم نی هست؟ خب یه دونه ستون داره دیگه، اصلا از همش هم مشخص. کانتکت هم میکنم یه کالم، فوتر هم میکنم یه کالم. چه اتفاقی میفته؟ ببین این شکل شد. این چقدر ریسپانسیو کردنش ساده تر میشه. و اینکه الان شما میتونید قشنگ این آب خوردن جمعش بکنید و به این شکل تو سایز بعدی چی میاد اینجا این شکلی میشه. یعنی من دو تا حالت رو سایز رو ظرف چند دقیقه، شاید مثلا 2 دقیقه من اومدم حلش کردم. فهمیدید اینجا چیکار کردم؟ الان همه فهمیدن؟ موبایل سایز بردم و حالت پی سی، یعنی دو تا سایز بیشتر براش نبردم. گرید رو بلد باشید بچه ها، فقط بلد باشید. چیش رو باید بلد باشید؟ همین در واقع گرید، میگم گرید، گرید تمپلیت اریاز ایشون رو، نحوه استفادهش رو و دیسپلی گرید رو و گزینه بعدی که الان پایین هستش همون گرید اریاز، همین 3 تا دستور رو بلد باشید گرید، شما راحت میتونید چیکار کنید پروژه رو فول ریسپانسیو بسازی با گرید. بقیه موارد هم که آموزشی بود، وگرنه خیلی چیزا آموزشی اصلا به کار نمیاد.